گلگون بسازیم کم دامانی مینه گلگون بسازیم کم دامانی مینه اتیحا اتیفا افغانا. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی افغانستان، سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از برنامه های بیهن من خوش آمدید. در برنامه کنونی به شهرک صنعتی هرات هم آمده ایم و می خواهیم تا از نزدیک روند تولید خطوط یک از فابریکای این شهرک را به تصویر بکشیم. امیدوارم که تا پایان بیننده برنامه ما باشید. در آبادیش از این بدرق ریزیم در آبادیش از این بدرق ریزیم سرسبز کنیم دشت و بیابانی میهن گلگون بسازیم کم و دامانی میهن اتحاد. ما از سال 1381 گروپ کمپینر پامیر تأسیس شد که اولین تأسیس آن فابریکه موتورسیکلت بود که در بخش موتورسیکلت شروع به فعالیت کردیم. در اون زمان هنوز شرک صنعتی نبود. ما فابریکه ما در پل رواشان در اون موقعیت قرار داشتیم و ما تولید موتورسیکلت داشتیم. چون هدف ما هدف توسعه بوده، هدف ما سرمایه گذاری بوده در بخش صنعت و تجارت، ما پیشتر در بخش صنعت سرمایه گذاری ما بوده که ما از گفته از شروع کار موتورسیکلت ما شروع کردیم. بعدن گروپ زلال موفق، بعد زلال موفق سولار اعتماد که در سه بخش ما فعلا فعالیت داریم که هم موتورسیکلت تولید میکنیم، هم نوشیدنی های غیر الکلی زلال موفق و هم تولید سولار داریم. این کشور را باز دوباره آباد سازیم این کشور را باز دوباره آباد سازیم ماییم خدمتگار و معماران میهن گلگون بسازیم ما همیشه سعی تلاش مواری بوده که ما بتونه که حداقل چیزی که ما اینجا مصرف میکنه خود ما تولید کننده باشیم، نه که در اول مصرف کننده نباشیم. ما پیشتر سعی مواری بوده که تولید کننده باشیم و ما در شرک صنعتی شما خیر 6 ماه آینده اگه تشریف بیاریم شاهدی خواهید بود که خطوط تولید ما چندین برابر شده، وسعت کار ما چندین برابر شده. بخوان گوهری یک غزل در بهاران بخوان گوهری یک غزل در بهاران در جوش و خروش شار جوانان میهن گلگون بسازیم. دولت و ملت باید 100% تولیدات داخلی حمایت کنن، یعنی جز تولیدات داخلی از دیگه تولیدات استفاده نکنم، در چی در پروژه های چی در مصارف شخصی. در این قسمت ها باید 100% حمایت صنعتگر جذب کنم و از محصولات خود داخل خود افغانستان، هر محصولی که تولید میشه باید از اون محصول استفاده بشه که باعث روش صنعت بشه. سرسبز و شاداب کنیم بوستان میهن گلگون بسازیم کم دامان. ما تقریبا فعلا 70% مارکت خود افغانستان تحت پوشش داریم که البته تقاضا زیاده برای صادرات. ما فازهای 2-3 ماه انشالله تا 6 ماه آینده فاز 2 ماه فعال میشه و فاز 3 ماه انشالله تا 1 سال آینده فعال میشه که ما بتونیم که هم تمام افغانستان تحصیل پیشی هم کشورهای منطقه، چون بحث صادرات هم زیاده، تقاضا برای صادرات به ما زیاده. آبادیش از
زین بدر قریزم در آبادیش زین بدر قریزم سرسبز کنیم دشت و بیابانی میهن گلگون بسازیم کم و دامانی میهن شکر خدا ما تمام خطوط تولید ما فعلا فعالیت میکنه بدون شبانه روز در 24 ساعت سه شیفت کاری ما کار میکنن به هیچ گونه مشکل نداریم فقط در قسمت برق بعض وقت نواقصی های وجود داره که بعض ماشینالات ما نمیتون روشن کنیم چون به علت کمبودی برق کمومم امارات اسلامی به ما وعده دادن وعده همکاری دارن که بزرگترین فرصت برق ما تکمیل کنن یکن در قسمت کانالسیون چون بحث ما بحث نوشیدنیه ما آب زایاد ما زیاده در این قسمت هم اگه شرک سنتی کانالسیون در این قسمت هم اگه دولت امارات اسلامی خود ما همکار باشه رسید میهنم کشور عزیز با وطنم کشور عزیز با وطنم بخش صادرات ما سال 1401 شروع به فعالیت کردیم که خوشبختانه کشورهای چون آمریکا که ما ماهوار تقریبا بالغ بر 100 هزار بسته ما صادرات داریم در کشورهای قزاقستان، تاجیکستان، بخش روسیه که اینا بر بالغ بر 1 میلیون بسته در ماه می شود و همچنین به ایران ما تولید محصولات نوشیدنی و انرژیزا ما فعلا صادرات زیاد داریم در ماه تقریبا 50 تا 60 هزار بسته ما صادرات داریم همچنین بخش پاکستان و اروپا اینا فرایند ساخت مواد خود یک فرایند خاص خود داره که او اساس هم او فرایند باید ساخته بشه و هم او ساعت و تایمی رو در نظر گرفته بشه بعد از اینکه مواد آماده میشه باز اینا به خط تولید داده میشه توسط پیپای استیل هسته که اونا به دستگاه های میکس میایه و دستگاه های میکس باز اینا رو میکس میکنه اصاره غلیظ با همراه گاز CO2 و آب تصفیه دیگه خدمت عرض شود که بعد از اینکه دستگاه میکس آماده شد و اینا برای تولید دستگاه پرکن و دستگاه فلر میده دستگاه فلر باز پرکاری میکنه و بسته‌بندی میکنه و بعد از او باز به دستگاه لیبل زن میده و قسمتی که خط بوتلی باشه اونا لیبل میخوره و خط قوطی که هست باز او لیبل نمیخوره چون لیبل چاپ شدگی هست برای از او دیگه همون قسم جریان داره و محصولات قوطی ما داخل تونل میره داخل تونل با دمای 78 درجه سانتیگراد اینا پاستوریزه میشه و بعد از خروجی تونل باز تاریخ میخوره و بعد از تاریخ باز میره به بسته بندی و در بسته های 24 تایی بسته بندی میشه واقعا که خوشحال هستیم در کشور ما همچه شرکت های باشه همچه اشخاص های باشه واقعا همچه تجار های باشه به کشور ما تا جوان های ما مهاجر نشود خارج از کشور نرود چون که قشاقی میرود صدها مشکل هستند از فامیل دور است از خانواده دور هستند واقعا از همچه شرکت هایی که داخل خود کشور افغانستان فعالیت میکنند واقعا ما خوشحال هستیم و کسایی که در رسی همچه شرکت ها کار میکنند امیدوار هستم که برای همچه جوانایی که در افغانستان بیکار هستند زمینه کاری را مهیا نمایند در آبادیش از این بدر قریزم بسیار از کار خود راضی هستیم تشکر میکنیم از امارت اسلامی که در حصه صنعت برای صنعتکارا توجه بیشتر کردن و ما هم زمینه ایجاد شده که در این شرکت کار بکنیم و به کشورهای دیگه نریم و مسافرت نکنیم به کشور خود زحمت بکشیم و همینج استعداد خود به خرج بدیم آبادیش از این بدر قریزم سرسبز کنیم دشت و بیابانی میهن گلگون بزنیم
سازیم کم و دامان میهم تعداد شرکت های زیادی هستند که محصولات خود امروز ضمن از اینکه به بازار افغانستان به فروش میرسانند به خارج از کشور هم صادر میکنند. زیادتر محصولات نوشیدنی های غیر الکلی ما که شرکت زلال موفق هست، شرکت سوپرکلا هست، شرکت پامیرکلا هست یا محصولات خود تقریبا از دو سال به طرف مارکت کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا صادر کردن و عملا در بازار کشورها این محصولات به فروش می‌رسد. با واقعیت ما به نمایندگی از کل صنعتکارای افغانستان و خصوص از حوزه غرب جای داره سپاسگزاری تشکری بکنم از رهبری امارت اسلامی افغانستان که صنعتکارای افغانستان لقب مجاهدین اقتصادی افغانستان داده شده برای از وای خودش یک امتیاز ویژه و خاص هست و همچنین مشکلاتی که ما در گذشته داشتیم در گمرکات بیروکراسی و فسادی گسترده ای که در گذشته بود کل این مسائل برطرف شده و امروز به ساده ترین روش با ما برخورد میشه و ما با کمترین فرصت میتونیم که مشکلات اداری خود برطرف بکنیم و از زمینه را مساعد ساختن به اینکه افغانستان بره به طرف صنعتی شدن و واقعیت امر هم چنین هست که ما باید صنعتی بشیم. افغانستان این پتانسیل و این ظرفیت داره که صنعتی بشه. افغانستان کشور زراعتی و مالداری هست، افغانستان منابع آب شیرین سرشار داره، افغانستان نیروی کار جوان وافر داره و از در کوتاه مدت میتونیم ما از این پتانسیلی که وجود داره در افغانستان از این استفاده بکنیم، صنعت رشد و پایدار بسازیم و از طرف در کوتاه میان مدت و دراز مدت ما منابع خدادادی سرشار در بخش معادن داریم که با امید خدا با تسهیلات و پالیسی های ساده ای که امارت اسلامی روی دست گرفته ما بریم به طرف استخراجی شدن و افغانستان خودش به عنوان یک کشور تولید کننده و صادر کننده در تمام عرصه ها باشه و نه تنهایی که کشور صادر کننده تولید کننده باشه بلکه یک کشور باشه با پایه های قوی اقتصادی که در کنار از او کمک کننده هم باشه. دیگه از احتیاجی و از اینکه دستش همیشه دراز باشه و انتظار ای را داشته باشه که از کدام کشور برای افغانها کمک میشه، خوبی است که تلاش صورت بگیره که از منابع خدادادی و ظرفیت و پتانسیلی که افغانستان داره از استفاده بشه تا اینکه افغانستان جایگاه اصلی خود از لحاظ اقتصادی پیدا بکنه. خوشبختانه کیفیت و ظرفیت تولیدی در شرک سنتی ایراد بعد رسیده که امروز نه تنها در بازارهای کشورهای منطقه بلکه در کشورهای اروپایی، خاورمیانه و حتی در امریکا هم صادر میشه و یک نوید بسیار خوب است برای آینده افغانستان، برای رشد صنعت در افغانستان و به اینکه اعتماد میکنن جهانیان و همسایه به
و اموال تولیدی افغانستان و به صنعتکاران ما اعتبار پیدا کرده. گپ بسیار مهم است و در این شرایطی که الحمدلله امنیت تامین شده باعث شده که این ظرفیت ها بیشتر رشد بکنه و سطح تولید بالا بره و صادراتی که افغانستان صورت میگیره باعث میشه که سطح عاید ملی ما بالا بره. این کشور را باز دوباره آباد سازیم، این کشور را باز دوباره آباد سازیم. ماییم خدمتکار و معماران میهن، گلگون بسازیم که دامان میهن. در هرات ولایت سیمه‌ایز اداره در صادرات و در زیاتوالی څخه هرکلی کوي او په دې برخه کې زموږ د تجارانو سره د پوره همکاري ډاډ ورکوي. او موږ تاسو ته معلومه ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې زمینه د تجارت لپاره مساعده ده، الحمدلله امنیت دی. او زموږ تجاران وړنه کېدای شي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې سرمایه گذاری وکړي. داشته‌های برنامه امروزمان همین قدر بود. تا برنامه بعد و وقت بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و تندرست باشید.